بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب ومولاي الحسن والحسين ومولانا بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن العسكري واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. ادامه مباحث اسلام نعینس رو و ادامه بحث این که جنگ های دوران خلفاء سگانه سقیفه و بنی امیه و بنی العباس همه برخلاف قرآن و برخلاف سنت رسول اکرم بوده بیان خواهم کرد و وعده دادیم که آیاتی رو که اهل سقیفه و بنی امیه و بنی العباس و تابعینشان تا این زمان این آیات رو در تفسیر و در تأویل تحریف کردند و وارونه این آیات رو بیان کردند و از این آیات سوء استفاده شده و حقایق اسلام رو دگرگون کردند و بزرگترین ضربه‌ای که غاصبین خلافت و بنی امیه و بنی العباس به اسلام زدن تحریف دین بوده. با تحریف دین، با تغییر حقایق دینی مسلط شدن بر جوامع اسلامی و به جای حکومت اسلامی واقعی امپراتوری قبیله‌ای و نژادی رو راه انداختند، امر جاهلیت رو اعاده کردند، مردم رو برگرداندند به جاهلیت. فقط رنگ و لعابی از اسلام بود و الا جاهلیت محض بود. همه حقایق دینی رو تغییر دادن، از جمله مهمترین حقایق دینی مسئله جهاد که اسلام جهاد رو به عنوان دفاعی میپذیرد، دفاع نه تهاجم ملت ها، نه تحمیل عقیده، نه اجبار در دین. این بحث ها رو مفصل مطرح کردیم و وعده دادم که آیاتی رو که از این آیات سوء استفاده شده و به غلط تفسیر و معنا شده این آیات رو بررسی بکنیم و بگیم که این آیات به چه معنا هستند، تفسیرشون چیه و انشاءالله وعده میدم که به طور وضوح اولا استدلال ادبی میکنیم که هر کس حتی با مباحث فنی و دقیق علمی هم آشنا نداشته باشه انشاءالله قابل فهم باشه و از علما و اندیشمندان و محققین میخوام که دقیقا به این عرایض بنده توجه کنند و بنده آماده به عون الله به لطف خدا و عنایات اهل بیت آمادم برای مناظره و شروع میکنیم آیات رو از سوره مبارکه بقره آیه 190 از این سوره مبارکه. خب این آیه دقیقاً اگر انسان به نکاتش توجه کنه متوجه میشه که اسلام جنگ تهاجمی رو قبول نداره. ببینید، دقت کنید، و قاتلوا فی سبیل الله، پیکار کنید در راه خدا. با چه کسانی پیکار کنید؟ با چه کسانی مبارزه بکنید؟ بجنگید. الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما پیکار کردند، به شما تعرض کردند. دشمن هجوم می آورد، دشمن تعرض به مسلمان ها می کنه. اینجا مسلمان ها با این دشمنان
و با این متجاوزین مبارزه میکنن. دفاع رو همه انسان ها میگن حق انسان هاست. حتی حیوانات از خودشون دفاع میکنن، چه برسه به انسان. از اصول مسلم و از حقوق مسلم بشر حق دفاع است، چه دفاع فردی چه دفاع جمعی. این آیه رو دقت کنید: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. بنابراین کسانی که مقاتله نکردن، پیکار نکردن با مسلمان‌ها، اسلام اجازه نمیده با اونها جنگ بشه. بعد تعبیری که اینجا داره قاتلو داره، قتال با قتل در لغت عربی فصیح تفاوت داره. قتل کشتن است، قتال درگیری و پیکار با کسی که با انسان می جنگه. که قاتلو مطرح می کنه، یعنی پیکار کنید با کسی که با شما می جنگه. بعد تصریح میکنه الذین یقاتلونکم. نکته دیگه فی سبیل الله مطرح میکنه. خدای متعال تجاوز رو به ملت ها رو سبیل الله حساب نمیکنه، این سبیل شیطانه. خدای متعال در آیات متعدد بیان کردیم انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. آیات متعدد مطرح کردیم که خدا میتوانست قدرت داشت مجبور کنه همه رو بر ایمان، اما این کار نکرد، اختیار داد به انسان ها. میتوانست کاری بکنه، انقدر فشار بیاره در دنیا همه رو مستأصل بکنه تا ایمان بیارن، خدا این کار نکرد. سبیل الله مخالف جبر است، مخالف تحمیل است. این هم نکته دیگری از این آیه. تعبیر دیگری دارد ولا تعتدوا، تعدی نکنید، تجاوز نکنید. خب اینجا حمله کردن و جنگ کردن به انسان‌هایی که به مسلمان‌ها کاری نداشتند، تعرضی به مسلمان‌ها نکردند، به سرزمین مسلمان‌ها حمله نکردند، سرزمین مسلمان‌ها رو اشغال نکردند، ظلمی به مسلمان‌ها نکردند، آیا عرف بشری، عقل، منطق این رو حمله کردن به اونها رو تجاوز می‌داند یا نمی‌داند؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر مبارک المیزانش در ذیل این آیه فرمایشاتی داره که به کلام ایشون هم استناد میکنم. میفرماید این لا تعتدو خط قرمز میذاره، بیان میکنه شرایط جهاد رو، دفاع که اولا باید دفاعی باشه چون تهاجم اعتداءه، تهاجم تعدی هست، تجاوز هست. این یک نکته. کشتن انسانهای بیگناه، زنان، کودکان، این تعدی و تجاوز هست. قرآن اینا رو نهی میکنه. تخریب اموال عمومی مردم تعدی و تجاوز است، اسلام اینو نهی میکنه. تحمیل عقیده و دین تجاوز است، تعدی است، اسلام اینو نهی میکنه. ولا تعتدو. بعد دو مرتبه خدای متعال تأکید میفرماید ان الله لا يحب المعتدين. خدای متعال متجاوزین رو
معتدین رو، اعتدا کنندگان رو، تجاوزگران رو دوست نداره. پس نمیتونه عملی تجاوزکارانه سبیل خدا باشه. سبیل الله اونه که خدا دوستش داره، اون روش رو، اون راه رو دوست داره. وقتی که چیزی تجاوز باشه، تعدی باشه، ظلم و ستم باشه، این با سبیل الله دیگه سازگاری نداره. این هم نکته دیگر. نکته دیگری که در آیه بعد مورد سوء استفاده بسیار واقع شده، مخصوصا گروهک‌های تروریستی که سوء استفاده کردن از نام اسلام و اعمال تروریستی و به تعبیر عربی امروز ارهابی رو، ترور رو، وحشت رو، ارهاب رو، این رو جزء دین حساب کردن و از آیات متعدد قرآن استفاده کردن، از جمله از آیه 191 این سوره، آیه بعد که می فرماید وقتلوهم حیث ثقفتموهم، میان اینها به غلط، به ناحق به قرآن نسبت میدن که قرآن می فرماید العیاذ بالله هر جا مشرکین، کفار، غیر مسلمان ها رو دیدید، اینها رو هر جا دیدید به قتل. این رو انشاءالله بعد از پخش میان برنامه ای توضیح میدم که این مقصود نیست اصلا. اسلام نه این است. خشونت اموی، رحمت علوی. دنیای امروز مملو از بحران هاست. انسان محاصره شده توسط بحران های گوناگون به دنبال پناهگاهی میگردد تا از شر دنیا پرستی و زورمداری به آرامش روحی، معنویت و امنیت برسد. خطر تروریسم، ظهور داعش، بحران کووید، تهاجم روسیه به اوکراین و انبوهی از بحران‌های زیست محیطی نشان داد که زندگی انسان غربی نیز مسون از این تلاطم‌ها و بحران‌های زندگی سوز نیست. حاکمان دولت‌های غربی از یک سو با نگاه کوررنگی میان اسلام اموی و اسلام علوی تفاوتی قائل نیستند و به بهانه مبارزه با تروریسم افراط‌گرایان سنی کلیت اسلام را مساوی با خشونت و ترور می‌دانند. و از سوی دیگر برخوردهای سرکوبگرانه ایشان موجب افزایش کینه ها و افرادگری ها می شود. جوانان مسلمان در غرب که از شناخت اسلام و رحمت علوی محروم هستند در دام اسلام اموی و تندروهای سنی گرفتار می شود و عملا در زمین حاکمان اسلام ستیز بازی می کنند. غرب خواسته یا ناخواسته با تضییقات مانع از انتشار حقیقت ناب اسلام علوی می شود و عملا در دنیا اسلام اموی و اسلام خشونت محور، تک بعدی و ارتجاعی سنی های افراطی مانع از دستیابی عموم تشنگان حقیقت رحمت علوی می شود. از سوی دیگر حاکمان کشورهای اسلامی و علمای حامی ایشان هم رفتار و گفتاری بر ضد سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در پیش می گیرند و مردم را از اسلام فراری می دهند. برآورد مشترک این دو ضد تکیه بر زورمداری و تحمیل و عدم شناخت سبک زیست های متفاوت است. درست بر این اساس مردم و به ویژه جوانان از اسلام گریزان می شوند و دیگر حتی آمادگی گوش دادن به سخن آدمان واقعی و ناصحان و دلسوزان آگاه را نیز ندارند. آنچه که حاکمان غربی انجام می دهند در نتیجه با افراد گرایان و حاکمان نظام های مدعی اسلام تفاوتی چندانی ندارند و همه به این منجر می شود که اسلام علوی ناشناخته و مظلوم واقع می شود و اسلام افراطی تندروهای داعش، القاعده و طالبان به عنوان نماینده دنیای اسلام عرضه می شود و طبعا مردم حتی در کشورهای اسلامی نیز از آن متنفر می شود، چه رسد به مردم در اروپا و آمریکا. حال چه باید کرد؟ راه چاره چیست؟ چگونه باید با ازداد این گمراهی مبارزه کرد؟ بهترین و معقولترین روش برای شناساندن اسلام اموی و تمیز دادن آن از اسلام و رحمت علوی چیست؟ مطالعه روشمند، دقیق و علمی در تاریخ اسلام و تشیع نخستین، پای صحبت علمای آگاه و دلسوز و اسلام شناسان زمان نشستن، مشورت و گفتگو با جامعه شناسان و مردم شناسان و مسلمان در اقصان آقات جهان، شنیدن نقط نظرات اصحاب رسانه و روزنامه نگاران آگاه و بیش از اینها بخشی از تلاشی است که بنا داریم به کار گیریم. اسلام نه این است
سلسله برنامه‌هایی است که مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام برای یافتن پاسخ و راه حل این معضل جهانی تولید و تقدیم مخاطبان درد آشنا می‌نماید. با ما همراه باشید و ما را از نظرات، انتقادات و پرسش‌های خود آگاه فرمایید. بله، همچنان که در میان برنامه اشاره شد، یکی از راه‌های اساسی جلوگیری از این تحریف‌های بنی امیه و خلفای سقیفه و تابعین اونها که امروز در داعش تبلور پیدا می‌کنه و در گروه‌های افراطی اسلام نما و تروریستی و ارهابی تجلی پیدا می‌کنه، مبانی فکری اونها رو نقد زدن هست که عمدش اینه در مسئله جهاد و جنگ ها که میان سوء استفاده میکنن از آیات قرآن، همین آیات قرآن رو بررسی بکنیم که ببینیم معنی این آیات و تفسیر این آیات چه چیزی است. آیا اون چیزی است که داعش و بنی امیه قبل از آن و خلفای سقیفه مطرح میکنن که هر غیر مسلمانی رو باید کشت و هیچ انسانهای غیر مسلمان هیچ حقی ندارن و تعدی و تجاوز به حقوق اونها بشود، زنان، کودکان به اسارت گرفته بشود، مردها کشته بشود، قتل عام بشوند، آیا این قرآن مطرح میکنه؟ هرگز. اسلام این نیست. آیه قبل رو، آیه 192 این سوره رو بررسی کردیم که قرآن از سوره مبارک بقره میفرماید که با اونایی که با شما می جنگند، تهاجم می کنند و حق ندارید تعدی کنید. سبیل الله با تعدی سازگاری نداره، راه خدا با تجاوزکاری سازگاری نداره. بعد در آیه بعد می فرماید وقتلوهم، کیا رو به کیفر برسونید؟ ضمیر هم در اقتلوهم به کی برمیگرده؟ به آیا به همه غیر مسلمان ها، به همه مشرکین، به همه اهل کتاب برمیگرده، یا به اونهایی که در آیه قبل مطرح میکنه، به متجاوزینی که حمله کردن به مسلمان، به اونها برمیگرده؟ این ضمیر به اصطلاح ادبی مرجعش و برگشتش به اون کفاری هست، اون دشمنانی هست که مقاتله کردن بر علیه مسلمین، تجاوزگر بودن، اینها رو میگه به سزای اعمالشون برسونید. الان اگر یک نفر اعمال تروریستی در دنیا انجام بده از داعش و غیر داعش، آیا دولت ها انسان ها تقاضا نمی کنند که تحت پیگرد قانونی قرار بگیره و او رو به سزای اعمالش برسونن؟ انسانی که از کشتار بکنه صدها انسان رو به قتل برسونه، دخترها و زنها رو تعرض و تجاوز بکنه، به بردگی بکشاند، داعشی که مثلا در عراق ایزدی ها رو، دخترها و زنها رو به فروش میگذاره و به تعرض ناجوان مردانه میکنه، آیا اینها رو تحت تعقیب قرار میدن یا نمیدن؟ قرآن هم اینجا اینه مطرح میکنه، وقتلوهم، یعنی همین متجاوزینی رو که تعرض کردن اینها رو تسامح باشون نکنید. با تروریست نمیشه مسامحه کرد، نمیشه با آدم کش و جنایتکار و متعرض به حقوق انسانها، متجاوز به زنها و دختران، اسارت گیرنده زنها و دختران، با اینا مسامحه کرد. اینها رو مطرح میکنه. حیث و سقفتموم، یعنی سقفتموم یعنی وجدتموهم. بعد میفهمم و اخرجوهم من حیث و اخرجوکم. وقتی که یک کشور مورد حمله قرار میگیره، چه در جنگ جهانی اول چه دوم،
فرانسوی ها گروه های پارتیزانی را انداختن بر علیه آلمان، از کشورشون دفاع میکردن و متجاوزین رو از کشور خودشون تلاش میکردن که بیرون کنن. این رو حق همه انسان هاست. اینجا هم قرآن میفرماید و اخرجوهم، این متجاوزین رو اخراج کنید اونجوری که سبب اخراج شما از سرزمینتون شدن. والفتنتو اشد من القتل، فتنه کردن، تجاوز کردن، تعدی کردن، اینها سخت‌تر از کشتن است. بعد می‌فرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، حالا اگر اینا متجاوزین به مسجد الحرام مکان مقدس پناه بردن، حتی با همین متجاوزین تروریست که پناه بردن به مسجد الحرام حق قتال ندارید، به احترام این مکان مقدس. اماکن مقدسه باید حفظ بشه، اماکن مقدسه رو حق ندارن تعرض کنن. من در یکی از جلسات عرض کردم سوره مبارکه حج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا، اگر خدای متعال اجازه دفاع نمیداد از بین میرفت صومعه ها، کلیساهای مسیحیان، کنیساهای یهودیان و آتشکده های زرتشتیان. صلوات اینجا یعنی محل از صلوه است، نه از صلیه، یعنی محل آتش افروزی آتشکده که عبادتگاه بوده و قبله اینها بوده، نه اینکه آتش میپرستیدن که در یکی از جلسات گذشته بحث کرده بودیم. خب میفرماید ولا تقاتلوهم عند المسجد حتی یقاتلوکم، احترام مسجد حرام نگه داره. فان قاتلوکم، اگر اون وقت این متجاوزینی که پناه بردن، این متجاوزین سنگر قرار دادن مسجد حرام رو، اگر در اونجا با شما پیکار کن، ما حق دارید با شما پیکار کنید. فَإِنْ اِنْتَهَوْا كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، این چی نست پاداش کیفر کافرین؟ کدوم کافرین؟ کفاری که با شما جنگیدن، تجاوز کردن. فَإِنْ اِنْتَهَوْا، اگر دست بردارند، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، دست بردارند، برگردن، خدای متعال با غفران رحمتش برخورد میکنه. بعد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این آیه دیگری هست که مورد سوء استفاده واقع شده، که انشالله در جلسه آینده آیه بعد رو که آیه 192 هست توضیح خواهم داد که این قاتلوهم ضمیرهم بر نمیگرده به غیر مسلمان ها همه مطلق، نه، باز بر میگرده به همان متجاوزینی که در آیه 190 خدای متعال فرموده اونایی که بر علیه شما جنگیدن، تجاوز کردن، با همون تروریست ها با اینها پیکار کنید، که اصل تشکیلات تروریست ها از بین بره، اجتماع تروریست ها از بین بره. خب حالا اگر تروریست ها در یه جا شکست خوردن، باید دنبال بشن که جلوی اعمال تروریستی بعدیشون گرفته بشه. حتی لا تکون فتنه معناش اینه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین.